همیهنان عزیز و ارجمندم، امشب مهمانان گرامی داریم که غیر ایرانی هستند و دانشجویانی هستند که از کشورهای مختلف به کشور ما آمدن و در دانشگاه‌های ایران مشغول تحصیل هستند. ما در خدمت جناب آقای میهای چرناتسکو هستیم از رومانی. درست گفتم؟ درسته. خیلی خوش آمدید. ممنونم. چه خبره قربان؟ سلامتی. شما چند وقت ایران تشریف دارید؟ من از 4 سال در ایران هستم. 4 ساله؟ 4 سال. بله. شما اینجا دارین دکترای تاریخ اسلام میگیرین؟ درسته. بله. 1 سال زبان فارسی خوندم. خب. 2 سال فوق لیسانس خوندم. بعد این اول سال دکترا هست. شد 4 سال. بله. آقای چرناتسکو، شما میدونید که رومانی 1/7 ایرانه وسعتش؟ بله، خیلی کوچکتر هست. خب ایران کجاها رفتی؟ کدوم شهرهای ایرانو گشتی؟ من خودم رفتم قزوین 1 سال موندم. خب. شهر تبریز رفتم، مشهد رفتم، اصفهان، بعد شیراز، تخت جمشید رفتم، به اضافه شهرهای کوچکتر که زیاد هستن الان. همه مثلا شهرهای کوچکتر رفتی؟ بله. کجاها مثلا؟ مثلا نیشابور. که نیشابور؟ باریکلا. شهر بسیار تاریخی هست. باریکلا. برشته ما مقام بازاردار مهم هست و ما اونجا در راه مشهد پیاده شدیم، یه چند ساعت موندیم، بعدن رفتیم به سمت آرامگاه خیام رو دیدی اونجا؟ عطار نیشابوری همه رو دیدی؟ بله. خب توی این شهرهایی که رفتی کجا بیشتر برای جالب بود؟ برای من شیراز. شیراز جالب بود؟ بله، چون اولین بار که دیدم خیلی تاثیر مهم برای من گذاشت. مثل یک جزیره بود، فقط بیابون، و یه دفعه که میری تو همه چی سبز، قشنگ، باغ زیبا بود. یکی از اون اردو نوروز بود که از اون بیابون یه دفعه رفتیم تو، مثل یه دیگه خیلی سبز بود و قشنگ بود و گرم بود. بله. بعدن اصفهان هم تأثیری مهم هست، هم از نظر تاریخ، هم زیبایی شهر. درسته. مشهد خیلی جا نرفتیم، من خودم دوبار رفتم، آرامگاه رفتم، بعد چند تا چیزی دیگه گشتیم وسط شهر. درباره تبریز رفتم، در اون جایزه که وسط دریاچه هست الان اسمش کجا؟ تو خود تبریز. ایلگولی. ترکی هم هست. بعد شهر باهم، حتی زاهدان رفتم. باری کلا، حتی شهر. خیلی خوب گشتی ها، چون خیلی خوشم آره. خب زاهدان رفتم و اونجا از یه چیزی دیگه تعجب کردن که بعضی از مردم اونور از اون لباس سنتی خودشون با اون پیراهن بلند میپوشن. بله. از لباس چرناتسکو در رومانی هم ایران شناس داریم؟ بله. آثار ایرانی چیا اونجا منتشر شده؟ کتابای معروف ایرانی. بله. کتابای شعر معروف. بله. ترجمه شدند، اکثرشون ترجمه شدند. از نظر کیفیت من، چیزی که به دست من افتادند جای بهتر میشه. جای بهتر میشه. شما خودت میخوای چیزی منتشر بکنی، ترجمه بکنی در اونجا؟ من خودم در نظر دارم چند تا داستان ترجمه کنم، چون قبلا خوندم. بعد بین دوستان خودمون. از کدام نویسندگان؟ از نویسندگان مخصوص نمیهن، همون که مثلا جمع شدند از بین مردم. از چنین چیزا بیشتر خوشم. داستان های عامیانه. عامیانه. بله. عامیانه. ضرب المثل ایرانی هم یاد گرفتی؟ بله. دیگ به دیگ میگه روسیه، یعنی چی؟ یعنی
به حرف من. از کسی نخند، مثلا اگه تو میدونی که خودتون ضعیفتر هستی یا پایینتر. آقای عزیز شما چی نوشتی تو اولین نامه برای خانواده درباره ایران؟ البته نامه یکی از اون کارت تبریک قشنگ با جای دیدن ایران فرستادم، نوشتم خوب رسیدم، اصلا نگران من نباشید، همه چی ردیف شد دانشگاه، از این نظره که اون ور نگران نداشته باشم برای من. اونا توی تلفنایی که میزدن به شما، اولین تلفنها چیا از شما میپرسیدن، الان چیا میپرسن؟ خب الان فهمیدم من یک کارشناس شدم، یک نصف کارشناس ایران، یعنی خیلی چیزا به وسیله من میدونن در برای ایران دیگه. موضوع خیلی عوض شد. سوغات ایران چی فرستادی برای خانواده تا حالا؟ من معمولا چیزای کوچی که بتونم ببرم، مثلا از این کار دستی، مثلا باشکاب به دیوار، کار دستی اصفهان، از اون باشکاب مسی خیلی کشنگ که دستی درست میکنن، چون اون ور خیلی میپذیرن، هر چیزی میبرم مثلا از دوستان میاد ای برمیدارم این بده به من، میهای به هر حال یه چیزی دیگه میاره و همیشه میرم من که دیگه اونم تمام شد، اینم تمام شد و همینطور. خیلی خوب.